بچه ها، من از صبح بسیار درگیر بودم، واقعا وقتی نداشتم بیام داستان گوشه واسهتون تعریف کنم. قضیه از این قراره که من وقتی که بچه بودم بسیار گوشای بلبلی و به نسبت صورتم بزرگی داشتم. اگه دقت کنید الان سایزش خیلی کوچیک نیست و اینکه خیلی تو مخم بود، ولی کی بیشتر رفت تو مغزم، اصلا شد چی بهش میگن آریا؟ یه چیزی که همیشه تو مخته یه اصطلاحی داره. این بود که من یکی از داییام زیاد خوش قیافه نیست و گوشای بسیار بلکنده‌ای داره و یه بار یکی از خالام گفتش که آخه قربونش برم گوشش عین داییاشه و اون موقع گوشه دایی من از دید من خیلی چیز زشتی بود. آقا از همون به بعد این تبدیل شد یه کابوس برای من و حتی فکر میکردم اگه عروسی کنی باید حتما مواد شینیون باشه. من تو اون سه میگفتم پس من هیچ وقت نمیتونم عروس شم، چون اگه ماما شینیون کنم گوشا معلوم میشه. حالا در خب استوریام قطع شد. حالا در ادامه من یه سری عکس واسهتون از بچگی میذارم که گوشامو ببینید، ولی چی شد که گوشای من خیلی وضعیت مناسب تری پیدا کرد؟ گیمر شدم، یعنی من اصلا حواسم به این موضوع نبود. فکر کن ته چندین سال، خب روزی مثلا 10 ساعت یا 11 ساعت هدست روی سرت باشه، این بلبلی گوشه من به مقدار زیادی سر این که من شانسکی گیمر شدم و هدست میذاشتم خوابید و ولی هنوزم واقعا زیاد راحت نیستم با این که موهامو ببندم بالا برم بیرون، نه که بگم بدم میاد خیلی یا نه، یه چیزی که از بچگی تومه، از بچگی عادت نداشتم گوشم رو نشون بدم، هنوزم با این که خیلی خوابیده چیزی نیستش راحت باشم، نمیدونم چرا. ولی حالا اول عکسامو ببینید. بچه ها عکسا رو دیدید، قبل و بعد رو دیدید، خلاصه این که اینم از فواید گیمر بودن. اگه گوشان بلبلی دارید همین الان به گیمرها ببندید. آریا که مرده بود از دست عکسام.